همکارم تناز خامه از شهر لوی با ما همراه میشه. تناز برمون بگو کجا هستی، از تجربه خودت بگو، مشاهداتت برمون بگو. بله، همین الان وقتی که توی هدلاین ها داشتیم میگفتیم صدای آژیر رو فکر میکنم به خوبی شنیدید، همین لحظه صدای آژیر قطع شد. البته اپ رو اگر نگاه بکنین، اپی هست که تمام اوکراینی ها دارن و هر لحظه که آژیر زده میشه روی این اپ شما میتونین ببینین و بعد به شما هر موقع که خطر برطرف بشه اعلام میکنه و میتونین از پناهگاه های خودتون بیرون بیان. یک ساعت پیش وقتی ما در حال مصاحبه بودیم این اتفاق افتاد و ما به پناهگاه رفتیم. تقریبا یک ساعت ما در پناهگاه بودیم و بعد تصمیم گرفتیم که بیایم بیرون، چون خیلی ها هستن که در خارج پناهگاه هستن. پای سر من اگه نگاه کنیم با اینکه آژیر میزنه اما بچه ها همچنان در حال بازی هستن و بعضی از کسانی که تو خیابون بودن میدیدیم که نزدیک پناهگاه رفتن، ایستادن، کمی متوقف شدن، یعنی اونجا منتظر موندن تا ببینن چه اتفاقی میفته. اما دوباره دقایقی پیش این آلارم زد، یعنی دو تا آلارم داریم که فکر میکنم این هم تا یک ساعت دیگه ادامه پیدا کنه. اگر اینطوری باشه نزدیک به 2-3 ساعت هشدار دادن که اوکراینی ها تو پناهگاه های خودشون بمونن. از رسانه های محلی که داشتم دنبال میکردم دیدم که ارتش اوکراین اعلام کرده که احتمال حمله از طرف بلاروس وجود داره، البته فقط در حد احتمال، هنوز تایید نشده. باید منتظر باشیم ببینیم آیا اطلاعات بیشتری از این و از اینکه این آلارم امروز چند بار زده به دست میاد یا نه. اما اگر یادت باشه گفتم که در اطراف لویو خودش که خیلی آرومه، همینطور که میبینین زندگی درش جریان داره، اما پایگاه های نظامی اطرافش داره، خصوصا یه کارخانه ساخت تانک که خیلی نگران این هستن که بخواد این پایگاه ها مورد حمله از طرف روسیه قرار بگیره. شاید آژیرهای خطری که امروز به صدا در آمده ربطی به این مسئله داشته باشه، اما همونطور که گفتم باید منتظر باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. این شهر تقریبا زندگی توش جریان داره. ما اتفاقا رفتیم به مرکز میراث فرهنگی. خب میدونیم که این شهر قدمت تاریخی داره و در یونسکو ثبت شده. با مسئول اونجا که صحبت میکردیم دیدیم که اون مرکز کلا الان تبدیل شده به برای جمع‌آوری کمک و کمک رساندن به سربازهایی که الان دارن با نیروهای روسیه میجنگن. این شخص به ما گفتش که ما سربازامون برای اون چیزی که داریم، برای کشورمون، برای فرهنگمون میجنگیم، برای این نیست که بخوایم بریم یه کشور دیگر رو تصرف بکنیم. و من تصمیم گرفتم این مرکز فرهنگی رو تبدیلش بکنم و الان به این مدلی که بخوام کمک بکنم، چون اگر سربازای ما نجنگن دیگه فرهنگ برای ما نمیمونه و اوکراینی دیگه معنا نداره. همینطور که داریم حرف میزنیم همچنان آژیر خطر داره میزنه. ما در بخش‌های بعدی خبر سعی میکنیم اگر اطلاعات بیشتری داشتیم به شما حتما بدیم. همراه میشیم با تو حتما. تناز ممنون از توضیحاتت. همکارم تناز خامه از شهر لویف در اوکراین با ما بودیم.